درود و وقت بخیر میگم به شما بینندگان گرامی. خوش آمدید به چهارمین نگاه سوم در سال 1402 از تلویزیون آریان. من محسن میرزایی هستم و با همراه دیگر همکارانم و دو مهمان گرامی در این برنامه شما را همراهی میکنیم. توی برنامه از نگاه سوم میخواهیم در رابطه با دو موضوع که هر دوی آنها ربط و ارتباط مستقیم با انقلاب ژینا یا همان انقلاب زن زندگی آزادی است میپردازیم. در رابطه با نوروز در کردستان صحبت میکنیم و نوروزی که خونی تازه در کالبد این انقلاب جمعید، در این رابطه صحبت میکنیم و همچنین در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد. به دنبال گرم شدن روابط عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، دستگاه پروپاگاندای شیخ دست به کار شده است و اعلام میکند که امروز جمهوری اسلامی جزیره ثبات منطقه است. و اگر نگاه میکنید عربستان و کشورهای دیگر در حال بازسازی و احیای رابطه خود با جمهوری اسلامی هستند، به این دلیل است، به این نتیجه رسیدند که ما کماکان باقی خواهیم ماند، در حالی که بسیار قوی تر از اینها همچون اتحاد جماهیر شوروی هم زمانی که دوستان فراوان و قدرت فراوانی داشت با فروپاشی داخلی نابود شد و این مردم اگر بخواهند کارهای بزرگی رو انجام میدن. دو مهمان با ما هستند، میرویم و تا لحظات دیگر باز خواهیم گشت و بیشتر صحبت میکنیم در همین رابطه. بله، همونطور که گفته بودیم دو مهمان گرامی با ما در این برنامه هستند که من یکی یکی خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای روبن مارکاریان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، و همچنین جناب آقای عبدالله حجاب، تحلیلگر مسائل سیاسی و آگاه به مسائل کردستان، که به هر دو مهمان گرامی من درود و وقت بخیر میگم. در ابتدا با جناب مارکاریان آغاز میکنیم. آقای مارکاریان، من میخوام در رابطه با، چون میدونم مسائل نوروز رو دنبال کردید، مسائل رو هم از نزدیک دنبال میکنید، یک نگاهی بیاندازیم به آخرین وضعیت و مخصوصا بعد از این نوروز گویی خون تازه‌ای در کالبد این انقلاب دمیده شده و میخواهیم در بخش بعد با شما و جناب آقای عبدالله حجاب در رابطه با جمهوری اسلامی امروزی که دارد این روابط را به دیگران میفروشد صحبت کنیم. بفرمایید جناب آقای روبن مارکاریان، شما رو میشنویم. بله، منم درود میفرستم به شما، به همکارانتون و به همه مخاطبان تلویزیون شما. تبریک میگم سال جدید رو و امیدواریم که در سال جدید شاهد پیروزی انقلاب ژینا یا انقلاب زن زندگی و آزادی باشیم. در ارتباط با مسئله نوروز، البته آخرین پنجشنبه باید اضافه کنیم، آخرین پنجشنبه سال، چهارشنبه سوری، آخرین پنجشنبه سال نو و در مجموع برگزاری سنت سال نو نشون داد که انقلابی شروع شده و جمهوری اسلامی تلاش کرده که از طریق وارد کردن حد اکثر قوای سرکوب اون رو خاموش کنه، خرمن این انقلاب خاموش نشده. آتش زیر خاکستری است که در به دلایل مختلف و در موارد مختلف این آتش از زیر زبانه میکشه، شعله ور میشه و این نشون میده که ظرفیت عظیم این انقلاب همچنان پابرجاست. و اینم باید من تاکید کنم، همونطور که در برنامه‌هایی که با هم داشتیم از زمان شروع انقلاب ژینا بارها اینو گفتیم، هیچ انقلاب بزرگی نیست که به شکل خطی و عمودی و صعودی همواره در روند گسترش قرار داشته باشه. هر انقلاب در این حال مبارزه است با ضد انقلابی که
برای موجودیت خودش به همه چی متوسل میشه، به خشنترین اشکال سرکوب متوسل میشه، ولی در این حال ما شاهد هستیم که ظرفیت انقلاب از فراز و فرودهای عبور میکنه که این چالش رو نشون میده، تکوین این چالش رو نشون میده. اگر بخوایم 6 ماه گذشته رو ما یک جنبندی انجام بدیم، 6 ماه گذشته نشون میده که جمهوری اسلامی تمام مشروعیت خودش رو در بین مردم از دست داده، با خشونتی که اعمال کرده دیگه زمینه وجودی خودش رو سوزانده و این سوزش خودش رو در اون ظرفیت عظیم انقلاب نشون میده که در حقیقت پس از هر دوره سرکوب شدید دوباره زمانه میکشه. البته کردستان و بلوچستان نشون میدن که مناطقی از این جنبش عظیم و بزرگ زن زندگی و آزادی هستن که نشون میدن علارغم همه سرکوب ها، علارغم حکومت نظامی اعلام نشده و خشونت و سرکوب واقعا بربرمنشانه در کردستان، همچنان انقلاب در این کانونهای جوشان خاموشی ناپذیره و این نوید رو میده که دیر یا زود مناطق مختلف ایران هم به اون خواهند پیوست. سپاسگزارم جناب مارکلی، هم شما باز میگردیم و جناب آقای عبدالله حجاب. جناب حجاب، معمولا یعنی طی سالیان گذشته همواره خصوصا در نوروز کردستان آبستن حوادث مختلفی بود است و امسال هم این مسائل خیلی بیشتر بود، چه در چهارشنبه سوری، چه در مراسم گرامی داشت نوروز و یاد و خاطره جان باختگان. این روح مقاومت و این عصیانی که در کردستان وجود دارد ریشش در کجاست و تحلیل خودتون هم میخوام در رابطه با امروز نوروز امسال کردستان بشنویم. بفرمایید. با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیزتون و دوست عزیز مهمان جناب مارکاریان و با تبریک نوروز. هرچند یه هفته از نوروز گذشته ولی هنوز نزدیکیم به روزهای پر از جوش و هیجان انقلابی در کردستان و در سراسر ایران. تبریک عرض می‌کنم نوروز رو و برای مردم کردستان، مردم ایران سالی سرشار از پیروزی، موفقیت و خوشی و شادابی آرزو دارم. مسئله انگیزه مردم کردستان برای قیام علیه استبداد، برای انقلاب و تداوم این انقلاب در واقع از یک تاریخ 43 ساله و حتی بیشتر مبارزه مردم علیه استبداد سرچشمه میگیره. کردستان 43 ساله که کانون انقلاب بوده، کانون انقلاب هست و در آینده هم شواهد نشون میده که کانون انقلاب باقی خواهد ماند. انگیزه مردم کردستان برای قیام علیه استبداد برمیگرده به خواست کلی مردم، خواست کلی نیروهای سیاسی کردستان برای تغییر سیاسی در ایران و برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی. مردم کردستان استبداد را با رگ و پوستشان و با رگ و استخون تجربه کردند و میدانند که در سایه استبداد به هیچ وجه شادی به جامعه روی نخواهد آورد، شادی و آزادی به جامعه نخواهد آمد. از این رو مردم کردستان انگیزه مبارزاتیشون را در واقع از تاریخچه مبارزهشون علیه این رژیم میگیرند. ما در 6 ماه گذشته، در 7 ماه گذشته شاهد بودیم و شاهد هستیم که جرقه‌ای که با شهادت دختر بیگناه ژینا امینی شروع شد در واقع فقط یک جرقه‌ای بود، چون جبهه انقلابی در کردستان بود، زمینه انقلاب بود و مردم با اومدن به خیابون‌ها و با نشون دادن همبستگیشون و با نشان دادن ارادهشون برای تداوم انقلاب، برای قیام علیه رژیم، نشون دادن که خواهان تغییر هستند در کل ایران. ما بعدا شاهد بودیم که مردم سراسر ایران به داد مردم کردستان رسیدن و در واقع اون ندای آزادی خواهانه ای را که ما در 43 سال گذشته در کردستان شاهد بودیم، ما پژواکش رو در جامعه کردستان دیدیم. پژواک این مبارزه رو در
بقیه نقاط ایران دیدیم و اینها نشون دادن که مردم ایران در واقع از هر گروه سیاسی، گروه ملی، گروه زبانی، گروه دینی باشند، در واقع سرنوشت مشترکی دارن و خواسته مشترکی هم دارن. خواسته مشترکشون اینه که با آزادی و برابری در جامعه زندگی کنند که در آن انسان به عنوان انسان ارزش داشته باشد، نه به خاطر تعلق به یک گروه خاص، یک مذهب خاص، یک ملیت خاص و یا یک فرهنگ خاص. انسان در بطن خودش دارای اهمیت و دارای یک هویت و در واقع ارزش انسانی است و این ارزش انسانی است که انگیزه حرکت مردم به سوی آزادی بوده. مراسمی که ما در این چند روز گذشته شاهدش بودیم در واقع جلبه کاملا عیان خاص مردم و اراده مردم برای تداوم این مبارزه‌ای بوده که ما در سالهای گذشته شاهدش بودیم و می‌بینیم که یک فرهنگ مبارزه در ایام نوروز که در کردستان قبلا شکل گرفته بود حالا بیشتر به صورت مردمی، به صورت سیاسی و به صورت سازمان یافته داره پیش میره. یک حرکت مردمی بعضا خودجوش ولی نشأت گرفته یا در واقع الهام گرفته از مبارزه سازماندهی شده در 43 سال گذشته بوده که به مردم انگیزه داده به خیابون ها بیان. اون همبستگی که ما در کردستان میبینیم و همبستگی که بین کردستان و بخش‌های دیگر ایران میبینیم نشان از تداوم انقلابیه که به نظر من تا رسیدن به آزادی و تا تغییر رژیم در ایران ادامه پیدا خواهد کرد و ما این انگیزه رو، این اراده رو، این مبارزه رو هر روز در خیابان ها میبینیم که علارغم فشار، علارغم اختناق، علارغم سرکوبی که ما روزانه شاهدش هستیم، علارغم اعدام هایی که میشه و علارغم تهدید هایی که ما روزانه میبینیم، مردم نشون دادن که دیگر از رژیم حراسی ندارن و نرخ آزادی یا بهای آزادی به حدی گران قیمت و به حدی ارزشمند و شیرین است که مردم آماده اند برای رسیدن به اون حتی جانشون رو هم فدا کنند. سپاسگزارم آقای عبدالله حجاب. توی دور بعدی در رابطه با همون موضوع خارجی صحبت میکنیم. سپاس از شما. و جناب آقای روبن مارکاریان، آقای مارکاریان، در رابطه با موضوع همان نزدیکی جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و این چیزی که دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی بسیار سعی داشته برای ناامیدسازی مردم و اینکه خودش رو در موضع قدرت نشون بده استفاده کرده، من میخوام اول تحلیل شما رو بشنوم. چقدر تاثیرگذار است رابطه جمهوری اسلامی و عربستان و سعودی بر خواست و نیاز مردم در کف خیابان‌ها و مردمی که در آستانه یک قیام و در افق یک انقلاب قرار گرفتن؟ بله، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که برخلاف رژیم گذشته که در سطح بین‌المللی دشمنانی نداشت، تقریبا با همه کشورها از شرق تا غرب با کشورهای منطقه رابطه دوستی برقرار کرده بود، جمهوری اسلامی هیچ متحد واقعی در هیچ منطقه جهان نداره. یعنی کشوری است که در حقیقت در سطح منطقه‌ای چه در ارتباط با همسایگان، چه در ارتباط با مسئله خاورمیانه، چه در ارتباط با مناسبات جهانی خودش با قطب‌های موجود جهانی با همه مشکل تنش و درگیری داشته به نسبت‌های مختلف. و برخلاف اون سیاستی که بعد از انقلاب خمینی اعلام کرد، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، در حقیقت یعنی اون سیاست جمهوری اسلامی هم که میدونستیم که در اون دوره صدور انقلاب بود، صدور ارتجاع اسلامی به منطقه بود، منظورش در حقیقت این بود. الان کاملا به سمت اون بلوک شرق متمایل شده نه شرقی و وابسته شده به دو قدرت مهم اون بلوک شرق که چین و آمریکا و روسیه هستند. به چین به لحاظ اقتصادی
در حقیقت تمام دروازه های اقتصادی ایران رو وانهاده و باز کرده برای چین، از فروش بسیار ارزان نفت گرفته تا امتیازات به شکل بسیار دست و دلباز در مورد سرمایه گذاری های چین در ایران، و از نظر نظامی وابسته شده به روسیه که میدونیم الان درون های ایران، پهپاد های ایران توسط ارتش روسیه در تهاجمش به اوکراین استفاده میشه. الان مذاکراتی در جریانه برای اینکه حتی موشک های میانبرد و دوربرد خودش رو به روسیه بده در ازای مثلا نیروی هوایی سوخوی پیشرفته و همینطور سایر تجهیزات نظامی روسیه، و بنابراین خودش رو وارد درگیری مستقیم با اتحادیه اروپا کرده، در حالی که اتحادیه اروپا نوعی میخواست همیشه بین در دوره ترامپ بین سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ و جمهوری اسلامی که در واقع در عرصه سیاست خارجی یک سیاست به شدت ماجراجویانه رو در پیش گرفته بود، میخواست میانجیگری کنه. الان جمهوری اسلامی شاخ به شاخ شده با اتحادیه اروپا. میبینیم که وزرای خارجه، مثلا وزیر خارجه آلمان، چه موضع سفت و سختی در برابر جمهوری اسلامی گرفته. قبل از این مسئله اخیر کنیم، بله اون قبل از بپردازیم، یه سوالی، آیا جمهوری اسلامی این تعادل را نمیتواند ایجاد کند بین روابطش؟ چون هر زمانی به کسی نزدیکتر میشود اتوماتیکوار از طرف مقابل دور و دشمن میشود. این دلیلش چیه؟ آیا این ایجاد این بالانس در سیاست خارجی جمهوری اسلامی کار سخت و پیچیده ایه؟ به موضوع خودتونم و اون قبل ازم بپردازید، ببخشید. خواهش میکنم. نه ببینید، جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خودش در واقع ترجیح داده که به زیر چتری پناه ببره و امتیازات رو از هر نهاد واگذار کنه که اونها اساسا کشورهای استبدادی و دیکتاتوری هستن و حاضر هستن به جمهوری اسلامی در هر شرایط و موقعیتی کمک کنن و حتی نیاز ندارن که برای مثلا آرایش دادن به سیاست خارجی خودشون از حقوق بشر انتقاد بکنن، حتی این انتقادات در سطح لفظی باشه، مثلا کشورهای مثل کشورهای اتحادیه اروپا و یا کشورهای غربی. در نتیجه جمهوری اسلامی به اینا پناهنده شده و ناچار هست به اونها امتیازاتی بده که استقلال سیاسی کشور رو در حقیقت وانهاده، و امروز همه ما میدونیم که در بسیاری از زمینه ها جمهوری اسلامی وابسته شده. نمونهش اون قبل از قراردادی که اخیراً آشتی که در چین بین ایران و عربستان صورت گرفت، ما یادمونه که وقتی که رئیس جمهور چین اومد و با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جلسه گذاشت، در اونجا در مورد اون جزایر سگانه موضعی گرفت که حق حاکمیت ایران رو زیر علامت سوال برد، ولی جمهوری اسلامی اونجا حرفی نزد و لالمانی گرفت. یعنی شما ببینید که چطور یک کشوری بازیچه دست یک قدرت بزرگ میشه. علت من اگه بخوام خلاصه کنم این که جمهوری اسلامی به این شکل تسلیم شده در برابر فشارهای چین که نیاز داره که از نفت هر دو طرف بهره برداری کنه و سرمایه گذاری های خودش رو در واقع گسترش بده در چارچوب همون جاده ابریشم، این هست که در واقع جمهوری اسلامی با چالش موجودیت روبرو شده. همین مسئله نه فقط در باره عربستان هست، در ارتباط با اتحادیه اروپا همینطور آمریکا هست. بله. الان ما می‌بینیم سران جمهوری اسلامی همه جا میگن ما که مشکلی نداریم در ارتباط با آمریکاست، این آمریکاست که داره
در واقع لجاجت نشون میده، در حالی که اینها دو سال فرصت سوزی کردن، در حالی که باز ما روشن هستش که بسته مشترکی که آمریکا و اتحادیه اروپا تهیه کردن در ارتباط با برجام، اینها خودشون رو تاخچه بالا گذاشتن و خامنه ای هم این سیاست در واقع پیش برد و اینا، برای اینکه امتیاز بیشتری بگیرن. ولی به قول معروف الان حیات در کوزه افتاد، این سیاست ها نتیجه نداد، انقلاب از داخل اومد و اینها رو در واقع در چالش بودن و نبودن قرار داشت و الان اینا حاضرن هر چی رو بدن برای اینکه تشنج رو در عرصه سیاست خارجی به حداقل برسونن برای سرکوب داخل. و آخرین نکته ای که من میخوام بگم این هستش که شاه و سلطنت پهلوی اگه یادتون باشه در اون سفر آخری که کارتر به ایران انجام داد و اونجا به سلامتی شاه جام رو بلند کرد، گفت که واقعا ایران تحت سلطنت پهلوی جزیره با ثباته، ولی وقتی که انقلاب اومد این ثبات رو کاملا به هم زد، در حالی که جمهوری اسلامی نه فقط در مقایسه با رژیم شاه هیچ ثباتی نداشته، بلکه جمهوری در بحران بوده و اصلا دائما از یک بحران به بحران دیگه عبور کرده و الان دیگه به آخر خط رسیده. و من فکر نمی کنم این نوع تمهیدات و این نوع در واقع تسلیم شدن ها و نرمش ها و سازش ها بتونه تأثیری در قضاوت مردم ایران که دیگه کار به استخوان رسیدن کارت به استخوان شدن بذاره. نه، سپاسگزارم آقای مارکلو. برای جمهوری اسلامی به پایان خودش نیست. سپاس، به شما باز میگردیم برای صحبت های در ادامه. و جناب آقای عبدالله حجاب، آقای عبدالله حجاب، این سوال برای خیلی ها مطمئنن ایجاد شد و اینکه زمانی که آل سعود با رهبران جمهوری اسلامی به قول معروف گفتنی بر سر یک میز بنشینند و سفارت عربستان و سعودی در ایران باز بشود، چه تأثیری یعنی رو مسئله زنان، کارگران، تنوعات ملی، مذهبی داره و یعنی از فردا این روابط ایجاد بشود، آیا تغییری در وضعیت مردم هست؟ و سوال بعد، آیا اصلا عربستان به دنبال انقلابی زنانه که به عنوانی به عبارت میشود گفت رنسانسی در خاورمیانه باشد، آیا عربستان اصلا استقبال از این گونه انقلاب و خیزشی خواهد کرد؟ شما رو میشنویم. در رابطه با سوال اولتون، ما باید این واقعیت رو در نظر بگیریم که آسودگی جمهوری اسلامی به معنای عدم جمهوری اسلامی یا در واقع آغاز مسیر عدم جمهوری اسلامی در آسودگی جمهوری اسلامی و در آرامشیه که اگه منطقه به خودش ببینه، چون جمهوری اسلامی فلسفه وجودش در هرج و مرج، در نه آرامیه و در واقع در تحریک احساسات گروه ها و نیروهایی است که می توانند با فلسفه جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشند و در مسیر یا در راستای سیاست های جمهوری اسلامی گام بردارند. اگر جمهوری اسلامی از اینا دست برداره، اگر از پشتیبانی کردن از نیروهای حوثی در یمن دست برداره، اگر از ایجاد آشوب و اختشاش در کشورهای منطقه دست برداره، اون دیگه جمهوری اسلامی نیست. در واقع مسیر سرنگونی و مسیر نابودی خودش رو هموار کرده. بنابراین اگه جمهوری اسلامی حالا بخواد دست دوستی یا دست آشتی به سوی کشورهای دست صلح به سوی کشورهای منطقه دراز کنه، به معنای اینه که از لحاظ داخلی و از لحاظ سیاستاش در برابر مردم به بنبست رسیده و تحت یک فشار بسیار شدیدی از سوی جامعه و سوی انقلابیونی که خواستار تغییر رژیم در جمهوری اسلامی هست. یعنی در واقع جمهوری اسلامی میخواد با درست کردن یک نوع آرامش در منطقه تمام هم و غم خود رو متوجه سرکوب‌های داخلی بکنه و قدرت بگیره از این آرامشی که اگه بخواد بهش دست، اگه بتونه بهش دستیابی پیدا کنه، تا از این سو بتونه نیروهایش را برای سرکوب‌های داخلی به کار ببره. اختلاف جمهوری اسلامی با عربستان سعودی و کلا با کشورهای منطقه یک اختلاف ایدئولوژیکه، یک اختلاف استراتژیکه، یک اختلاف مصلحته و اساسا اختلاف بر سر هژمونی در منطقه. بنابراین برای جمهوری اسلامی خیلی آسون نیست که این سیاست را تغییر بده یا در مسیر دیگه‌ای گام برداره. اساسا جمهوری اسلامی
وجود خود و توانایی خود رو در ضعف دیگر کشورها و در استفاده از اون خلأهایی که در منطقه میتونه پیدا کنه و رخنه کنه از طریق این خلأها و از طریق این نقاط ضعف تا بتونه همیشه در منطقه عدم آرامش، عدم آسایش درست کنه و از این راه سیاست‌های خودش رو جلو ببره. عربستان سعودی دنبال منافعشه. عربستان سعودی کشوری نیست که در رابطه با مسئله حقوق بشر، در رابطه با مسئله احترام به آزادی، احترام به برابری، احترام به حقوق زنان نام و چهره زیبایی داشته باشه در جهان. ولی به هر حال کشوریه که میتونه در مسیر تغییر گام برداره. ما میبینیم که ولیعهد عربستان در واقع اقداماتی رو انجام داده در این سالهای اخیر و در مسیر گام برداشته که میتونه در آینده، اگه موافق باشه، میتونه در آینده راه رو برای بعضی از تغییرات جزئی در جامعه و حتی تغییر کلی در رابطه با مسئله زنان و در رابطه با مسئله اقتصادی برداره. در واقع عربستان رو به کانون جدید یا قطب جدید اقتصادی در منطقه و حتی در جهان تبدیل کنه و این تخیل، این خیالیه که برای ولیعهد عربستان سعودی بسیار مهمه و سیاستیه که اگه اینطوری پیش بره شاید در آینده بتونه تغییراتی رو ایجاد کنه. ولی در رابطه با مسئله ایران، مسئله عربستان پشتیبانی از یک انقلاب زن زندگی آزادی و یا یک انقلاب دموکراتیک نیست در ایران. هدف عربستان تغییر سیاست ایران و اساساً جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در منطقه و از این رو جلوگیری از رشد نیروهای وابسته به ایران در کشورهای همجوارش هست، خواهد بود در آینده هم. بنابراین مسئله همگامی یا همراهی بعضی از سیاستمداران عربستان با بخشای از انقلاب مردم ایران، با بخشای از انقلاب زن زندگی آزادی، نه به خاطر پشتیبانی از فلسفه این انقلاب یا هدف این انقلاب، بلکه به خاطر تأمین منافع خودش است. از این رو عربستان در مسیر حالا گام برمی‌داره که بتونه از ایران امتیاز بگیره و در این مسیر امتیازگیری است که عربستان مناسباتش رو تنظیم می‌کنه. بسیار عالی. من عذرخواهی می‌کنم آقای حجاب، می‌خوام توی صحبتشون به یک نکته اشاره کردید، سوالی در این رابطه. جمهوری اسلامی که اصلا هویتش و ماهیتش همونطور که شما گفتید بر پایه ایجاد تنش و ناآرامی است، یعنی بحران ایجاد می‌کند و بر اساس آن بحران‌ها، چه در قول معروف در یمن حوثی‌ها را دارد، در لبنان حزب الله را، فتح، حماس، هشت و شعبی سوریه و و و زینبیون فاطمه بسیار هستند. خب جمهوری اسلامی با علم به این که اگر بخواهد از این سیاست‌ها دست بردارد، جمهوری اسلامی دیگر جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، پس چرا این ریسک رو انجام میده؟ یا فکر می‌کنید این یک تغییر تاکتیک موضعی باشه، یعنی در یک مقطع خاص یا در طولانی مدت به این فکر کردن؟ همون گونه که بسیاری از سیاستمداران و ناظران سیاسی گفتن و ایران و جمهوری اسلامی رو تشبیه کردن به یک اختاپوس هشت‌پایی که شاخه هاش یا پاهاش در نقاط مختلف داره حرکت میکنه و داره شکار میکنه، ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی شاهده و داره میبینه که از داخل کشور بهش فشار میاد. وقتی که قلب جمهوری اسلامی، شریان های اصلی حیاتی جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار دارن، طبیعیه که جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تا حدی سعی کنه که خودش رو جمع و جور کنه که در برابر قیام مردمی، در برابر قیام داخلی بیسته. اگه در نظر داشته باشید، چند روز پیش بود که فرمانده نیروهای انتظامی بود که میگفت ما برای مقابله با 400 حرکت اعتراضی در 400 نقطه مختلف نیازی به دو برابر کردن نیروهای ما داریم. این نیروها را باید از کجا بیارن؟ این نیروها را باید از لبنان بکشن داخل ایران، باید از سوریه بکشن، باید از یمن بیارن و باید از کشورهای دیگه که در حال حاضر در اونجا دارن پایگاه درست میکنن و دارن خرابکاری میکنن، این نیروها رو از اونجا بکشن داخل ایران تا در برابر قیام مردمی بیستن. جمهوری اسلامی میدونه که اگه کوچکترین فرصتی پیش بیاد، مردم نه تنها در 400 نقطه بلکه در شاید 4000 نقطه و تمام نقاط کشور علیه رژیم قیام خواهند کرد.
برای جلوگیری انقیام، برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در برابر انقیام ایستادگی بکنه، مجبوره که تا حدی تنش زدایی بکنه در منطقه. و این تنش زدایی نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی باور داره یا اینکه اعتقاد به تنش زدایی داره، بله همون طوری که قبلا اشاره کردم، برای جمع و جور کردن این نیروهایش به خاطر ایستادگی در برابر قیام داخلی. سپاسگزارم آقای عبدالله اجاب. برای سوال پایانی و جنبندی نهایی به شما باز میگردیم و جناب آقای روبن مارکاریان سوال پایانی و همچنین جنبندیتون هم میخواییم بشنویم. آقای مارکاریان، آیا میشود این افق را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفت که در آینده پیشرو دست به یک سری تغییرات همینطور که حداقل در ظاهر دارد نشان میدهد با کشورهای منطقه به دنبال صلح و دوستی است، آیا میتونه این تغییرات رو هم در داخل با یک سری عزل و نصب ها یا یک سری تغییرات اساسی ایجاد کنه؟ این پتانسیل و این قابلیت رو آیا در جمهوری اسلامی میبینید؟ و بعد جنبندی پایانی شما رو هم میشنویم. بفهم. بله، من اولا اینو تاکید کنم که بر مبنای اصل مصلحت نظام که خمینی اومد و اون رو مطرح کرد که حتی نماز و روزه رم میشه برای حفظ حکومت اسلامی تعطیل کرد، حکومت اسلامی میتونه هر نوع سازش قهرمانانه به قول خامنه ای و یا جام زهر به قول خمینی رو بخوره برای حفظ خودش. و بنابراین مشکلی در این زمینه نداره که در عرصه سیاست خارجی یه 180 درجه ملق بزنه و در واقع بره پای سازش و دادن امتیاز. الان جمهوری اسلامی حاضره هر نوع امتیازی به اروپا و آمریکا بده برای اینکه برجام دوباره سر بگیره، ولی اونا چون میدونن که جمهوری اسلامی در لبه پرتگاهه میگن نه، وایسا تا دندت نرم بشه، تا حسابی در واقع کوبیده بشی، اون موقع ما حالتو میپرسیم، دو سال ما رو معطل کردی، حالا نوبت خودته. این از این مسئله. مسئله دوم اینه که در ارتباط با داخل کشور مطلقاً به خاطر اینکه در یک دوره انقلابی، در دوره موقعیت انقلابی، هر نوع عقب نشینی استبداد به معنای پیشروی انقلابه. در دوره هایی که ما قبل از مثلا دوره های موقعیت های انقلابی است، وقتی که رژیم در موضع قدرته، دارای پوله، دارای امکاناته، در اون دوره میتونه رفرم هایی بکنه برای تثبیت خودش، ولی در دوره انقلابی هر نوع عقب نشینی به معنای پیشروی جهشوار جنبش هستش. پس این دوتا کاملا در نقطه مقابل همدیگه قرار دارن. همونطور که مهمان عزیزم اینجا اشاره کرد، سازش در خارج برای تقویت قدرت سرکوب رژیم در داخله. این یک مسئله. مسئله بعدی که من میخوام بگم در عرصه سیاست خارجی در ارتباط با عربستان، همونطور که جمهوری اسلامی احتیاج داره که با عربستان نزدیک بشه و به نوعی تشنج زدایی کنه در عرصه سیاست خارجی، عربستان و بعدن دیدیم مصر هم که الان پیشنهاداتی داده، این دولت‌های استبدادی هم نیاز به این دارن که جمهوری اسلامی رو تقویت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه انقلاب ژینا، انقلاب زن، زندگی، آزادی، یک زلزله سیاسی در کل خاورمیانه و به ویژه در کشورهای استبدادی به وجود آورده. شما تصور کنید که تصورش مشکل نیست که اگر این انقلاب پیروز بشه و واقعا ایران که یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه است، درش در واقع زنان به برابری برسن، زندگی، تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی سراسری بشه و آزادی و دموکراسی در ایران بتونه تحکیم بشه، تمام استبدادهای خاورمیانه شروع به لرزش خواهند کرد. بنابراین اونا با تمام قوا مخالف این هستند و چه بسا در این بدبستون‌ها حاضرن امتیازاتی هم بدن که مثل بهار عربی که منتشر شد از
تونس شروع شد و امواجش منتشر شد در جاهای دیگه، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب ژینا، اوضاع سیاسی اونها رو بی‌ثبات نکنه. ولی من مطمئن هستم این انقلابی که شروع شده با استقبال عظیم جهانی که پیدا کرده، در واقع تیشه به ریشه این استبدادها خواهد زد و دیر یا زود ما شاهد این نوع انقلابات در این استبدادها هم خواهیم بود. و بنابراین ما باید درود بفرستیم به در واقع انقلابی که از ایران شروع شد، خاستگاهش کردستان بود، به سراسر ایران در واقع گسترش پیدا کرد، همه مردم ایران بهش پیوستن و در واقع ما با این انقلاب باید اعلام همبستگی مجدد بکنیم و با تمام قوامون رو تقویت کنیم، به خاطر اینکه این انقلاب نه فقط سرنوشت ایران بلکه سرنوشت خاورمیانه رو میتونه رقم بزنه و به این امید. بله، سپاسگزارم از شما. تا پایان با ما باشید جناب روبن مارکاریان و جناب عبدالله حجاب. من میخوام تحلیل شما از شرایط پیش رو رو بدونم، ارزیابیتون و همچنین جنبندی نهایی رو با شما هستیم. بفرم. با تأکید تمام فرمایشاتی که جناب مارکاریان داشتن، به نظر من ما در یک مسیر انقلابی قرار گرفتیم. انقلاب شروع شده ولی انقلاب هنوز به مرحله پیروزی نرسیده. انقلاب در مسیر پیروزی داره گام برمی داره. کاملا موافقم با جناب مارکاریان که مسیری رو که از کردستان شروع شد، نطفهش در کردستان بسته شد، به ایران سرایت کرد و ایران در واقع حالا پشت و پناه و علمدار این انقلاب شده، به نظر من در آینده تمام خاورمیانه رو تحریک کرد. بنابراین ما باید منتظر باشیم که نیروهای ارتجاعی همبستگی داشته باشن، نیروهای ارتجاعی متحد بشن در آینده و حتی نیروهایی که متخاصم هستن در وضعیت کنونی در آینده با هم دیگه در یک مسیر قرار بگیرن تا جلوی این انقلاب رو بگیرن. این انقلاب در واقع یک تحول فکری، یک رنسانس فکری است، یک رنسانس ایدئولوژیکه که نه تنها سیستم سیاسی رو بلکه تفکرات عقب مانده در جامعه رو هم هدف قرار داده، تفکرات اجتماعی در لایه‌های سیاسی جامعه رو هدف قرار داده و در آینده مسیر دیگری رو انتخاب خواهد کرد، مسیر دیگری رو که با مسیری که ما در سال 57 شاهدش بودیم کاملا جداست و مسیر جدید انقلاب بر مبنای عدالت اجتماعی، دموکراسی، مساوات و از همه مهمتر برابری زن و مرد در جامعه و مسئله رفاه اجتماعی و از همه مهمتر مسئله آزادی که در واقع تأکید بر فردیت فرده، تأکید بر کرامت انسانیه، اینو مبنا قرار بده و یک مسیر دیگه سیاسی را در واقع پیش ببره. به نظر من سالی که ما حالا در اولین روزهاش هستیم، در ابتدایش هستیم، سالی پر از جنب و جوش خواهد بود، سالی خواهد بود که مردم نه تنها در کردستان بلکه در سراسر ایران بیشتر شهامت پیدا خواهند کرد، بیشتر جسورانه به میدان خواهد آمد و روز به روز عرصه رو بر رژیم تنگتر خواهد کرد. در مقابل باید متاسفانه شاهد باشیم که رژیم هم از نیروهای سرکوب بیشتر استفاده کنه، از متد جدید استفاده کنه و حتی بتونه امتیازاتی بده به دوروبرهاش، به همپیمانانش، به حتی رقبای منطقه تا بتونه بیشتر قدرت بگیره و از این قدرت علیه مردم استفاده کنه. ولی به نظر من مردم نور انقلاب رو دیدن، مسیر انقلاب رو میشناسن و امید پیدا کردند که آیندهشون بسیار روشنتر و بهتر و مطمئنتر از گذشتهشان خواهند. بنابراین به نظر من مردم نه به گذشته رو خواهند کرد، نه به رژیم گذشته رو خواهند کرد و نه به این رژیم امان خواهند داد. در آینده به نظر من انقلاب به پیروزی خواهد رسید، ولی این مسیر باید قبول کنیم که این مسیر میتونه طولانی باشه، این مسیر میتونه خونبار باشه متاسفانه، ولی به نظر من مردم آماده اند که این مسیر را تا پایان ادامه بدن. بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای حجاب. من در انتها بار دیگر مهمانهای برنامه رو معرفی میکنم، جناب آقای روبن مارکاریان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، و همچنین جناب آقای عبدالله حجاب،
تحلیلگر مسائل سیاسی با آگاه به مسائل کردستان. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. بله، به لحظات پایانی یک نگاه سوم دیگر یا چهارمین نگاه سوم در سال 1402 رسیدیم. سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون آریان که تا این لحظه با ما همراه بودید. انتقادها و پیشنهاداتتون رو ما با آغوش باز میپذیریم. راه‌های ارتباطی با ما هم تلگرام فارسی آریان تیوی هست و همچنین فیسبوک ما. میتونید اونجا نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو مستقیم با ما در میون بذاریم و ما هم مثل همیشه قول میدهیم در حد توان ترتیب اثر بدهیم. تا دیدار دیگر، شاد و تندرست باشید.